به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت معلمین محترم. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین و در سومین جلسه از تدریس مضمون حقوق وجایب یک به خدمت شما هستیم. در جلسه قبلی در ارتباط با مفهوم عقد و تقسیم بندی عقود مفاهیم و مسائلی رو بیان شد، اما آنچه که در جلسه امروز موضوع بحث ما هست، بحث ارکان عقود و شرایط ایجاب و قبول به عنوان یکی از ارکان عقده. اما قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، یک سری موضوعات از جلسه قبل باقی مونده که لازمه یادآوری بکنیم. ما در بحث تقسیم بندی عقود گفتیم که این تقسیم بندی هایی که صورت میگیره تنها به جهت تئوری و نظری اهمیت نداره، بلکه از لحاظ عملی هم تفاوتی در آثار عقود به وجود میاره. تعدادی از تقسیم بندی هایی که خب یکم عام‌تر بود رو برای شما بیان کردیم. در این جلسه تفاوتی که در آثار حقوقی در هر یک از این تقسیم بندی ها به وجود میایه رو برای شما بیان میکنیم. البته بگم که مسائلی که بیان میکنیم تنها محدود و محصور به همین موارد نیست، بلکه بحث تفاوت در آثار موضوعات مفصلی رو داره که انشالله شما در آینده بیشتر باهاش آشنا میشین. تنها جهت آشنایی یک سری موضوعات رو بیان میکنه. یکی از تقسیم بندی هایی که صورت گرفت بحث تقسیم بندی عقود به نام رضایی و شکلی بود. در عقودی که به لحاظ شکلی یا رضایی تقسیم بندی میشن، از لحاظ زمان و نحوه ایجاد اثر حقوقی ایجاد تفاوت بکنه. با عنوان مثال در عقود شکلی علاوه بر این که باید ایجاب و قبول صورت بگیره، باید شکلیات خاصی رو که در قانون به رضو پیشبینی شده رعایت بکنین تا ایجاد اثر حقوقی بکنه. یا اگر عقودی رو به عنوان عقد عینی در نظر میگیریم، زمانی باعث ایجاد اثر حقوقی میشه که علاوه بر ایجاب و قبول موضوع قرارداد هم تسلیم بشه و یا قبض صورت بگیره. تقسیم بندی دیگه ای که وجود داشت عقود معین یا نامعین بود. در این ارتباط میتونیم بگیم که اولا در بعضی از عقود معین شرایط و احکام خاصی مقرر شده که در قواعد عمومی قراردادها یا قواعدی که حاکم بر تمامی انواع قراردادها وجود داره درج شده. با عنوان مثال ما در جلسه قبلی در مورد عقد ودیعت یاد کردیم که یک عقد عینیه و یکی از شرایطی که در این عقد وجود داشت این بود که قبض صورت بگیره و یا موضوع قرارداد تسلیم بشه. قاعده‌ای که در این زمینه وجود داره جز قواعد خاص عقد ودیعته و از هیچ کدوم از قواعد عمومی قراردادها نمیتونیم چنین موضوعی رو استنباط بکنیم. بنابراین در عقود معین یک سری قواعد خاص مختص به اونها وجود داره، در حالی که در عقود نامعین چنین نیست. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که قالب شرایط و آثار عقد معین توسط قانونگذار مشخص شده. بنابراین اگر دو طرف در مورد موضوعی سکوت کرده باشن، از مواد قانونی که در ارتباط با همون عقد معین وجود داره میتونیم برای تفسیر اراده دو طرف استفاده بکنیم. تقسیم بندی دیگه که وجود داشت عقود به عقود لازم و جایز بود. در جلسه قبلی هم گفتیم که عقود لازم دو طرف قرارداد رو پایبند و متعهد خود به خود خود میکنه و نمیتونن بدون رضایت طرف مقابل عقد رو فسخ بکنن، در حالی که در عقود جایز چنین نیست. از طرف دیگه در عقود جایز اگر که یکی از طرفین فوت بکنه، عقد ممکنه منحل بشه. اگر شما به قواعد عقد وکالت یا عاریت در قانون مدنی رجوع بکنید، میبینید که یکی از موارد انحلال عقد رو فوت وکیل یا موکل یاد کرده. و اما تقسیم بندی دیگه که وجود داشت عقود معوض و تبرعی بود. در عقود رایگان یا تبرعی شخصیت طرف مقابل اهمیت زیادی داره. بنابراین اگر که احیانا اشتباهی در شخصیت طرف عقد به وجود بیایه، ممکنه موجب فسخ یا بطلان عقد بشه. دومی که اصولا عقود معوض هستن که میتونن عنوان تجارتی کسب بکنن و جزء و تابع قواعد حقوق تجارت تلقی بشن و نه عقود تبرعی، چرا که ماهیت قراردادهای تجارتی اصولا معوض هستن.
نکاتی که بیان شد یک سری موضوعات و تفاوت‌هایی بود که در کنار شناخت انواع عقود لازم بود که بدونین. البته بحث‌های مفصل از اون انشاءالله در آینده شما بیشتر آشنا خواهیم شد. و اما موضوع اصلی ما که بحث ارکان عقده. ارکان جمع رکنه و رکن در لغت به معنی جزء بزرگتر و قویتر و پایه و اساس یک موضوعه. تعریف مختلفی از رکن صورت گرفته و در ارتباط با تعریف اون اختلاف نظری در فقه وجود داره، اما در اصطلاح فقه حنفی رکن امری است که وجود شی متوقف بر آنه و جز حقیقت و داخل در شیه. بنابراین میتونیم بگیم پایه و اساس و عضو عمده یک امری رو رکن اون تشکیل میده. اما در ارتباط با رکن عقد که چی هست در فقه اختلاف نظرهای وجود داره. فقهای حنفی اعتقاد دارن که ارکان عقد ایجاب و قبول و یا همون صیغه، در حالی که جمهور فقها و فقهای غیر احناف اعتقادشون بر این هست که ارکان عقد سه چیزه: اول ایجاب و قبول، عاقدین و محل عقد. بنابراین با سه عنصری که یاد شد میتونیم بگیم که یک عقدی تشکیل میشه. اما موضوع قانون مدنی افغانستان چیه؟ قانون مدنی افغانستان در ماده 502 از جمله شرایط انعقاد عقد رو وجود عاقدین، الفاظ مخصوص عقد و موضوعی که عقد بر آن وارد میگردد بیان کرده. بنابراین میتونیم بگیم که مطابق به این ماده قانونی در قانون مدنی ما نظر جمهور فقها رو در این مورد پذیرفته. هر یک از این موارد رو که ایجاب و قبول و عاقدین و محل عقد هستش در جریان سمستر برای شما بیان خواهیم کرد. و اما ایجاب و قبول، اولین رکن عقد مطابق به نظری که در قانون مدنی ما پذیرفته شده. ماده 506 قانون مدنی در ارتباط با ایجاب و قبول چنین بیان میکنه که عقد به ایجاب و قبول طرفین منعقد میگردد. بنابراین عقد با ترازی و توافق دو اراده منعقد خواهد شد. البته در مورد ارادهی که در این ماده قانونی آمده باید بگیم که زمانی عقد به وجود میایه که از اراده‌ای ابراز شده باشه و صادر شده باشه که این اراده در عقد مدار اعتبار باشه. بنابراین اگر که از فرد فاقد اراده مثل کودک غیر ممیز یا مجنون و یا شخصی که فاقد هوشیاری باشه صادر بشه، عقد منعقد نخواهد شد. در ارتباط با ایجاب و قبول سه سوال مطرح میشه. اول اینکه اصولا خود ایجاب و قبول چی هست؟ دوم اینکه طرق صدور و ابراز ایجاب و قبول صیغه عقد چیه؟ و سوم در ارتباط با شرایط ایجاب و قبوله. در ارتباط با دو سوال اول امروز صحبت میکنیم و پاسخ خواهیم داد، اما پاسخ سوال سوم رو به جلسه قبلی، به جلسه بعدی موکول میکنیم. اما ایجاب و قبول، ایجاب در لغت به معنی واجب و فرضه و همچنین به معنی پیشنهاد هم استفاده میشه. در اصطلاح فقهی فعلی است که دلالت بر رضای به تعاقد میکنه، و اما قبول در لغت به معنی پذیرشه و در اصطلاح کلام یا فعلی است که از جانب یکی از متعاقدین در پاسخ به ایجابی که صورت گرفته بیان میشه. در قانون مدنی هم بیان میشه که ایجاب و قبول الفاظی هستند که در عرف برای انشای عقد استعمال میشه. بنابراین همونطور که گفتیم، ایجاب به معنی پیشنهاد به تعاقد و قبول به معنی پذیرش به تعاقد هستش، و ایجاب و قبول در حقیقت مطابق قانون مدنی الفاظی هستند که عرف اونها رو برای پذیرش و رضای به تعاقد مورد پذیرش قرار داده. بنابراین عقد با اعلام اراده و ابراز اون منعقد میشه. در این مورد باید یادآور بشیم که اراده پنهانی و باطنی که جز خود شخص کسی از اون آگاهی نداره و مطلع نیست، نمیتونه باعث ایجاد اثر حقوقی بشه. بنابراین اراده باعث ایجاد اثر حقوقی و
انعقاد عقل میشه که ابراز شده باشه. اما گاهی ابراز اراده ممکن صریح باشه و گاهی ضمنی باشه، که همونطور که در ماده 509 و 510 قانون مدنی به اون اشاره شده. اگه مراجعه بکنیم به ماده 509، میبینین که گفته شده که ابراز اراده ممکنه توسط گفتار، نوشته یا اشاراتی که عرفاً متداول باشد صورت بگیره و همچنین اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت بکنه صورت گرفته میتونه. و همچنین در ماده 510 بیان شده که اظهار اراده میتونه به صورت ضمنی باشه یا به صورت صریح صورت بگیره. بنابراین طریقه اعلام ایجاب و قبول میتونه در قالب گفتار، نوشتار، اشاره، ارسال نامه، تعاطی و مواردی از این دست باشه. گفتار واضح‌ترین و متداول‌ترین نوع ابراز اراده برای انعقاد یک عقد و البته باید بگیم که لفظ خاصی در انعقاد عقد شرط نیست، بلکه هر لفظی که بر حسب ایجاب و قبول دلالت بر رضایت طرفین عقد بکنه صحیحه، چرا که اصل در عقود در حقیقت رضای طرفینه و همچنین عقود همونطور که گفته میتونه به وسیله ارسال نامه یا حتی از طریق اینترنتی و تلفنی صورت بگیره. ما امروز شاهد این هستیم که برنامه‌های مختلفی مثل واتساپ، تلگرام، اسکایپ و اینها وجود داره. بنابراین خوشبختانه قانون محدودیت خاصی رو وضع نکرده و انعقاد عقد میتونه که حتی از طریق برنامه‌هایی که گفتیم هم صورت بگیره. فقط یک نکته وجود داره و اون این که اگر عقدی به اشارت یا هر لفظی صورت بگیره باید طوری باشه که اون لفظ و اشارت در عرف متداول باشه و دلالت بر ترازی طرفین بکنه. بنابراین اگر که اشارتی صورت بگیره که در عرف ما ناشناخته هستش نمیتونیم بگیم که عقد صورت گرفته. بحث دیگه که در این مورد وجود داره بحث معاملات تعاطی یا معاملات انجام معاملات به شکل معاطات هست. معاملات داد و ستدی یا تعاطی در اصطلاح فقهی به معامله عملی متعاقدین بیان که ایجاب و قبول را بر زبان بیاورند بیان میشه. بنابراین معاملات متعاطی رو اگه بخوایم در قالب مثال توضیح بدیم، مامان مثال وارد یک فروشگاه میشیم، کالا و جنسی رو برمیداریم و ثمن رو پرداخت میکنیم و هیچ حرف و سخنی بین فروشنده مبنی این که تو این جنس به من میفروشی و بگیم میفروشم یا این که الفاظ چنین رد و بدل نمیشه. و سوال این هست که آیا چنین معاملاتی که لفظ و ایجاب و قبولی صورت نمیگیره میتونه مورد پذیرش باشه یا نه؟ در ارتباط با صحیح بودن این نوع معاملات خب در فقه اختلاف نظرهای وجود داره. تعدادی اعتقاد دارن که مثل فقهای حنفی و حنابله در صورتی که موجودیت عرف در ارتباط با این نوع عقود و معاملات باشه خب این معاملات صحیحه. اما فقهای مالکی اعتقادشون بر اینه که عقد با عمل و یا تعاطی اگر که دلالت بر رضای به عقد بکنه صحیحه، حتی اگر در عرف هم پذیرفته شده نباشه. بنابراین از لحاظ فقهای مالکی موجودیت عرف در ارتباط با معاملات تعاطی اهمیتی نداره. تعدادی هم اعتقاد دارن که خب این معاملات صحیحه اما در شرایطی که قیمت معامله خیلی ناچیز باشه و در عقودی که مثلا با قیمت بالا هستش اینو معاملات صحیح نیه. اما قانون مدنی در ماده 509 همونطور که گفتیم در اخیر ماده یک موضوعی رو یادآور بشه که میتونیم بحث معاملات تعاطی رو از اون استنباط بکنیم. در اخیر ماده گفته شده که همچنان اظهار اراده به داد و ستدی که بر حقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید صورت گرفته میتونه. بنابراین مطابق قانون مدنی شرط خاصی مبنی بر این که حتما در عرف پذیرفته شده باشه و یا این که شرط پیش شرط خاصی
بیان نشده و میتونیم بگیم که معاملات داد و ستدی رو در قانون مدنی پذیرفته و نظر فقهای مالکی رو در این زمینه اتخاذ کرده. و اما نکته آخر، سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که تا به حال در ارتباط با گفتار، نوشتار، چنین فهم اشاره، داد و ستد در مورد اینها صحبت کردیم که به وسیله اینها ممکنه که عقد منعقد بشه. اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا سکوت هم میتونه مبنای تعاقد باشه و نشانه رضا باشه یا خیر؟ سکوت در زندگی حقوقی ممکنه که آثار فراوانی رو به جای بذاره، البته در شرایط مختلف. مثلا اگر که طرفین قرارداد در برابر یک عرفی سکوت بکنن، به این معناست که اون عرف رو در تنظیم روابط خود خوب پذیرفتن. و یا مامان مثال، اگر که در برابر اجرا نکردن یک حق سکوت بکنن، باعث سقوط حق اقامه دعوا میشه. و اما در معاملات شرایط به چه صورت است؟ به عنوان یک اصل و عنوان یک امر کلی اگر بیان بکنیم، میتونیم بگیم که تا زمانی که اراده شخص به وسیله‌ای، مامان مثال گفتار، اشاره، داد و ستد اعلام نشده باشه و از قصد و شخص کسی آگاهی نداشته باشه، نمیتونیم تعهدی رو بر اون بار بکنیم. اما مواردی وجود داره که میتونیم بگیم در معاملات سکوت نشانه رضایت و باعث تعاقد میشه. ماده 525 و ماده 526 حکم این مسئله رو بیان کردن. ماده 526 دو مورد رو بیان میکنه. همونطور که میبینیم هرگاه بین طرفین سابقه معاملاتی وجود داشته باشه، در این صورت سکوت اون طرفین میتونه به معنای رضایت اونها باشه. با عنوان مثال اگر دو شرکت قبلا با هم قراردادی رو برای خرید و فروش یک کالای داشتن و یا دو تاجر قبلا یک معامله رو با هم انجام میدادن و الان هم میخوان همون معامله رو دوباره انجام بدن و در زمانی که پیشنهاد صورت میگیره، خب از طرف مقابل سکوت میشه. این سکوت به جهت اینکه قبلا این معامله و تعامل بین اونها وجود داشته، میتونه نشانه رضایت طرف باشه. و یا اینکه در شرایطی که عقد منفعت خالص برای مخاطب باشه، میتونیم بگیم که سکوت نشانه رضایت. به عنوان مثال من میخوام شیئی رو به یا ملکی رو به شخصی هبه بکنم. وقتی پیشنهاد هبه میدم، اگر که طرف مقابل سکوت بکنه، چون که معامله به نفع خالص از او هست، بنابراین میتونیم بگیم که سکوت نشانه رضایته. خب جلسه امروز در همین جا خاتمه میدیم. امیدوارم که مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشین.